اینجوری نیست. موضوعات نقاشی موضوعات میشن که تا به حال نبودن. فقیرها، کارگرها. هرچند که گاهی بعضی نقاشا همون فقیر رو، همون کارگر رو، همون دهقان رو به صورت ایدئال باز به ما بیان میکنن، ولی این رئالیسم میشه. و آرتیست همیشه تجربه خودش رو میکشه و بنابراین یک مقدار بدنام میشه. بنیانگذار سبک رئالیسم در فرانسه کوربه، گوستاف کوربه هستش که اینجا میبینید که خودش رو کشیده در یک از اولین تابلوهاش که به اسم بونجور موسیو کوربه، سلام موسیو کوربه، اومده و دو تا پترونش از یک ویلیج دیگه اومدن دارن بهش میگن سلام. همه چی هم وسط تصویر هیچ نوع چیزی نداره. اون سگ هم همونطوری داره لح لح میزنه اون دور که باید باشه. سایه درخت هم میبینیم، سلکشن خاصی هم نبوده. لباساشون هم همونطوریه و در ضمن خیلی هم مسخره میشه به خاطر این. برای اینکه به نظر هنرمند این خیلی نارسیسیستی میاد. تو سلف پورتریت میتونی بکشی ولی نقاشی خودتو بکشی با دو تا از حامیان، دو تا از کسایی که کارو به تو سفارش دادن، در ضمن اونو به اگزیبیت هم بذارید. معمولا سلف پورتره یا چهره خودشو که میشه برای خودش میکشه، بذارش اون گوشه. این یکی از بهترین چیزایی هستش که میتونیم باهاش رئالیسم رو توصیف بکنیم. اسمش هست سنگ شکنان یا استون بروکرز. استون بروکرز دیگه وجود نداره. در بریتیش بومبینگ که در سال 1945 از بین میره، ولی به خاطر که بسیار اثر مورد توجه بوده، کپی های از توسط اثار دیگه ازش هست، در ضمن نقاشی هم ازش هست. چه چیزی در اینجا میبینیم؟ یعنی این چه فرقی میخوام بگم داره با اگر فرض کنیم که این یک نقاشی نئوکلاسیک بود با همین موضوع، یا اگر فرض کنیم یک نقاشی رومانتیسم بود با همین موضوع، چه تفاوتی بود؟ اصلا صورت که اصلا برام اهمیت نداره، صورتی نداره، چهره ای نداره. کسی که داره پایین ترین طبقه اجتماعی کاری رو که مربوط به پایین ترین طبقه اجتماعی میکنه، ما اصلا حتی صورت او رو نمیبینیم. صورت او با سنگی که داره میشکنه یکی شده. وقتی میگم این در مورد عصر ماشین هستش، ماشینش یعنی در حقیقت بعد از اندستریالیزیشن داره به وجود میاد، این اهمیت پیدا کنه. اینا دارن جاده میسازن، کوه رو از سر راه برمی‌دارن، ولی تنها نقطه‌ای که روشنه در این نقاشی یک مثلث کوچیک آبی هست و هیچ چیز دیگه ای نیست، همش خاکه. لباس این آدم که پارگیش هم ما میبینیم که اصلا بسیار چیز زشتی بوده، با جایی که داره کار میکنه، با ظرف غذای اون یکیه، رنگش تفاوت تونالیتی نداره. این رئالیسم میتونید به صورت خلاصه میتونید بین بگید که خیلی زیاد تحت تاثیر سوسیالیسم قرار گرفت؟ هنوز نیست، برای اینکه هنوز اون سوسیالیسمی که ما به قول معروف بهش خواهیم رسید، یعنی خواهیم دید، به اون رو علی هنوز در نهادهای حکومتی هنوز اون سوسیالیست وارد نشده، ولی کوربه به شدت آدم سوسیالیستی بود. هرچند که خودش رو هنرمند میدونسته و برای اون فکر میکرده وظیفه اخلاقیشه که به چیز به طبقه پایین نگاه کنه و دردهای اونها رو رفلکت کنه. رئالیسم رو در آثاری میتوان باز شناخت که هنرمند از سطح ظواهر عینی فراتر میرود. حقایقی را که در روابط گوناگون و پویای انسان‌ها با هم و در محیطشان وجود داره رو بیان می‌کنه. یعنی رئالیسم داره به ما یک چیز رو نشون میده که ما اگه همینجوری فرض کنیم ما یک ناتورالیستیم، طبیعت‌گراییم، همینجوری به طبیعت نگاه کنیم یا به دنیای دور از ما نمی‌بینیم. اون داره بدبختی رو هم به ما نشون میده. به طور کلی با مسئله انسان چیست و چه می‌تواند باشد درگیر می‌شود. بنابراین مثلا نقاشانی چون جوتو، بروگل، رامبراند، گویا، کوربه، وانگوک، پیکاسو، لژه، سیکروس و بسیاری از هنرمندان دیگر رو ما میتونیم واقع‌گرا بدونیم. یه سریشون قبل از زمانی بوده که کوربه بیاد و رئالیسم رو بیان کنه، یه سریشون بعد از چیز هستن. به طور کلی یک رئالیسم چیزی رو که نمیبینه نمیکشه و از آموزه‌های آرمانی کلاسیسیسم داره فاصله میگیره.
و خصلت ذهنی و تلقینی رومانتیسیسم رو هم داره میذاره کنار. یعنی سابجکتیوه، داره در تمام مدت نقد میکنه چیزی رو که داره میبینه و انالیز میکنه، یعنی ابجکتیو نیست مثل ناتورالیست که همینجوری هر چیزی که میبینم بکشم و در ضمن اونم ابجکتیو نیست، اونقدر یه مقدار آرمانگرایی توش هست، ولی آرمانگرا هم نیست، یک تحلیلی میده ازش و اون رو میکشه. خب البته واقع‌گرایی اجتماعی یا رئالیسم سوسیالیست که یا واقع‌گرایی نور رو هم که در دوره‌های چیز داریم، دوره‌های بعد تر می‌بینیم، به خصوص با حکومت‌هایی مثل که حکومت‌های سوسیالیستی یا کمونیستی هستن، اونا این رو ادوکیتش می‌کنن چون همه چیزش قابل فهمه. و در ضمن حالا می‌رسیم بهش توی سرچ جلوتر. پس درد، سردی، زشتی ها رو ما در رئالیسم میبینیم. گوستاف کوربه که بر این دفن مراسم تدفین در اورنان رو که میکشه، اولین تابلوه بوده که این نقاش جوان به جا میذاره. میبینیم که تا قبل از اون هیچ کسی به بدبختی و بیچارگی و پور و به قول معروف فقیر به اندازه یک اثر بزرگ مانیومنتال در سایز بسیار بزرگ هیچ وقت اهمیت داده نشده. وقتی که این اثر میشن همه شاک میشن. در این اثر البته یه سری اصول تاریخی رعایت شده، مثلا ما صلیب رو میبینیم همه همینجوری همه کس هستن تا یه حدی کشیشه، تا حد زیادی شبیه آدم های عادیه و این جای یک جمجمه هستش که همیشه صلیب و یک جمجمه پاش نشانه یا به قول من سمبول به صلیب کشیدن حضرت مسیح. وقتی که در تابلوی که مسیح به صلیب کشیده میشه که به اون صحنه هنری به اون تیم میگن کروسیفیکشن، در کروسیفیکشن همیشه یک جمجمه هست برای اینکه معتقدن مسیح بر تپه‌ای به صلیب کشیده شد که در همون تپه حضرت آدم خاک شده و اون جمجمه آدمه در حقیقت که او میگن اصلا خونی هم که از دستش میرسه به اون مسیحه. آره یه مسیح هم بهشه ولی این چوبیه دیگه. یعنی من چیزی نخوندم رو واقعا. خب رئالیسمه برای اینکه مردم مسیحی هن. اون که رئالیسم چیز با نه این دست یکی از این هست علمه، این یه علمیه که دست یکی از این کشیش هست. نه ولی میخوام بگم مثلا این جمجمه لزومی نداشته باشه، این یه رفرنسیه به اینکه یه آدم عادی هم مرده. فیونرال فیونرال کس ما نمیگم بهمون که این مراسم تدفین چه کسی است. اگه شخص مهم بود میگفت مراسم تدفین فلانی X Y، شاید روحش هم اون وسطا میکشید. کربه یک حرف بسیار مهم میزنه، میگه من هرگز فرشته ای را نمیکشم برای اینکه هرگز فرشته ای را به چشم ندیدم. این یک شعاری میتونه باشه برای رئالیسم، من چیزی رو میکشم که میبینم. در این تابلو که سالها طول میکشه به کشیدنش، 7 سال زندگی خودش رو به تصویر میکشه. در اینجا میبینیم که کوربه در همیشه با ریش نوکتیس هستش، در وسط تصویر خودش رو مرکز تصویر قرار داده، تمام موضوعات نقاشیش رو در طول این سالها دور تا دورش هست، از فقیر، از مسلمان، از دکتر، از حتی میگم مدلی که خود اینجا به صلیب کشیده شده میبینید و این جمجمه رو هم میبینید، تمام مدل های کارهای خودش رو دور تا دورش داره و این هم احتمالاً فرشته الهامی هست که کشیده برای خودش ولی فرشته ای نیست و داره نقاشی میکنه. این اثرش رو وقتی که میکشه توی استودیوی آرتیست هستش، وقتی که میکشه خودش رو محور همه چیز قرار داده، داره تجربه خودش رو هم به ما میگه بر اساسش، نمیذارن که توی نمایشگاه سالانه نمایش داده بشه. او هم بنیان این کار رو میذاره که بره و برای خودش یک نمایشگاه جداگانه بذاره، یک نمایشگاه جداگانه بذاره، تمام آثار خودش رو میذاره که یک کانتراورسی بسیار زیادی رو اون نمایشگاه ایجاد میکنه. این هم یکی دیگه از طرف اون یک طرف رئالیسم بود، اون بنیانگذار رئالیسم بود. دورمیرم یه طرف دیگه رئالیسم. دورمیر کاریکاتوریست بوده، در ضمن پرینت هم می‌کرده، در ضمن نقاشی هم می‌کشیده. واگن درجه